تیمپو. سلام بچه ها، چطورین؟ من خیلی ذوق زدم، اصلا نرفتم خودم رو آماده ویدیو کنم، حتی گفتم اول بیام اینو بهتون بگم بعدش برم حاضر ویدیوم. اولا که خیسم ببینین، سفارشم رسید. الان خدمتتون میرسم و با هم بازش میکنیم. نمیدونیم چقدر منتظرش بودم. Wait for it. یه گندی زدم، اومدم پایه دوربینم رو درست کنم، سرم رو اینجوری خم کردم و موهام سوخت. میبینین این تیکه رو؟ اینجا برای خودم شمع روشن کرده بودم، خیر سرم و موهام رفت تو شمع. موهای سوخته. آقا روش چی نوشته؟ heavy box. It's very heavy too. سکیلونیم که بین حرفا رو ندارم. خب بذارم با دست میتونم باز کنم. آه، چسبش از این کاغذیه، از اون پلاستیکی ها نیست. چرا از اون پلاستیکی هست؟ آی نخونم شکست. چقدر تلفات دارم میدم به خاطر یه آنباکسینگ. خب قیچی بردار اگه مجبوری. نسان ببرم دیگه، امروزم تکمیل میشه و دیگه کلن از آمازون هیچ سفارشی نمیدم. I can do it. خب این اوکی. Are you ready? Lala! Harry Potter. Oh my god! چقدر خوشگله. همونطور که میدونید، بذارین یکم گرمتون بالاتر که منو واضح تر ببینید. سعی کنید واضح تر ببینید منو. خب این همه کتاب های هری پاتره. من عاشق هری پاترم، یعنی عاشق هری پاترم و من معمولا هیچ فیلمی رو دوبار نگاه نمی کنم، حتی یادم بره هم بازم معمولا نگاه نمی کنم، ولی هری پاتر تنها چیزیه که من چندین بار نگاه کردم، این بار نگاه کردم و کتاب های فارسیش رو میدونم. کسایی که پاتر هدن، پاتر هدز، اونا میگن که کتابای هری پاتر خیلی قشنگتر از فیلمشه. من کتابای فارسیشو شاید دو سه تاشو خونده باشم، فارسیاشو اصلا نداشتم، اون دو سه تا کلا داشتم که همونا رو خونده بودم، ولی این کالکشن انگلیسیشه و اول که میخواستم سفارش بدم اسپانیایی بود، گفتم نو. هنوز اسپانیاییم، درسته بدوام ولی دلیل نمیشه بتونم رمان بخونم به اسپانیایی. یعنی میتونم بخونم ولی قطعا خیلی طول میکشه، مثلا اینو بخوام بخونم یک 10 سالی شاید طول بکشه. این شد که تصمیم گرفتم به زبان انگلیسیشو سفارش بدم و قیمتش هم شد 50 یورو. خب الان دارین تبدیلات ریالی انجام میدید ولی این کار انجام ندید. اینجا کتاب به طرز باور نکردنی گرونه کلن و من اصلا درک نمی کنم اینو، یعنی اصلا. بذار یه چیز بهتون نشون بدم. این کتاب کتاب آمادگی آزمون دله هست واسه سطح B2. خب من این کتابو که قطرش هم انقدره، چقدر میشه این؟ بذار ببینم چند صفحه است این کلن. این تقریبا 180
70 خورده صفحه هست، یعنی در واقع 80 برگ 90 برگ اینا بیشتر نیست، و اینو من خریدم 20 یورو و اینجوری بودم که what the fuck چرا اینقدر باید گرون باشه، خب مجبور بودم بخرم. و این 7 تا کتابه و 50 یورو گرفتم، ولی تونستم بالاخره بگیرمش. و وقتی دیدم که این مجموعه شو گذاشته 50 یورو، اینطوری بودم که 7 تا کتاب 50 یورو، من یه دونه کتاب خریدم 20 یورو. اینجا کتاب خیلی خیلی گرونه، یعنی کتابای معمولی خیلی گرونن، وای وای کتابای رفرنس. مثلا یکی از دوستان رشتهش معماری بود، بعد این یه کتابی نیاز داشت که مربوط به همین طراحی داخلی و دکوراسیون و این حرفا بود، خلاصه یه کتاب رفرنس بود فکر کنم، و 1000 یورو قیمتش بود. وات آنباکسینگمون اینجا تمام نمیشه، میخوام روی کتابا رو بهتون نشون بدم چون خودم هم واقعا سرش هیجان دارم. اولین باریه که من از آمازون سفارش میدم، یعنی داداشم همیشه تو ایران بودیم از آمازون سفارش میداد، از طریق همین شرکت های واسطه که برات خرید میکنن از آمازون، ولی من هیچ وقت این کار رو نکردم چون به نظر منطقی نمیومد، پول پستش خیلی زیاد میشد، فکر کنم موقع نمیدونم 200-300 هزار تومن فقط پول پستش میشد فکر کنم، نمیدونم هیچ وقت ازش نپرسیدم کامل، ولی میدونم که خیلی گرون میشد اگه بخواد بیاد ایران. ولی اینجا که اومدم هم چندین باری خواستم از آمازون خرید کنم، ولی هم پول نداشتم، در واقع پول داشتم ولی پول خودم نبود، پول مامان بابام بود، و دوست داشتم چیزی که میخوام بخرم با پول خودم بخرم، چیزی که همیشه آرزوشو داشتم که داشته باشم. یکی این مجموعه زیبا، پشتش هم نشون بدم بهتون، پشتش این شکلیه، اینم بغلشه، اینم این برشه و اینم این برشه، خیلی خوشگله. این باکسش هم چیزه، جلدش سخته، یعنی نرم نیست، جعبه محکم و خوبیه، خیلی در بیارم که خراب نشن، یه مقدار در بردنش سخته، نمیخوام خیلی با ناخون وارد ماجرا شم، در نمیاد. خب یکی از وسط در بردم که بعد جا باز شه. این هری پاتر اند گابلت آف فایر، همون جام آتششه. چقدر نازه کتابش، او مای گاد، چقدر سبکه، دقیقا برگشت از اون جنس کتاباییه که سبکن، خیلی اینجور کتابا جذابن. یه سری کتابا این فکر کنم کاغذ جدیدیه که اومده که کلن کتاب حتی به این قطوری هم خیلی سبکه، این واقعا وزنی نداره. اینم پشتشه، او مای گاد، خیلی خوشگله، کتابش سالمه دیگه. بچه من این حقیقتی رو بخوام راجع به خودم بگم، من هیچ وقت کتابایی که داشتم سالم نبودن، یعنی حتی کتاب نو هم باشه خب بازش میکنم میبینم یا یه صفحش سفید چاپ نشده، یا یه صفحش تا خورده، یا یه صفحش پاره شده، و توی زمینه هیچ وقت شانس نداشتم. این کتاب سومیشه، آبی، رنگ مورد علاقم، این هری پاتر and the prisoner of Azkaban زندانی آزکابانشه. این میبینین واضحه براتون، اینم پشتشه، چقدر خوش رنگ لعنتی. این خودش به تنهایی 8 یوروه، خب این چنده؟ این 9 یوروه، و واسه من خیلی به صرفه تر در اومد که همشو با هم گرفتم، یعنی 50 یورو تقسیم بر 7 کنیم تقریبا دونه 7 یورو واسه هم در اومده، و خب قطعا خیلی بهتره. خب این هری پاتر and the chamber of secrets، اینم اینه و اینم پشتشه، دابی، خیلی ناز بود، دوستش داشتم. اون قسمتی که دابی مرد من باش گریه کردم، خیلی صحنه غم انگیزی بود. اینم خودش 8 یوروه، و قسمت اول اینا رو بدم کنار که ببینین، قسمت اولش هری پاتر and the philosopher's stone، سنگ جادو، اسمش چی بود؟
هری پاتر سنگ جادو؟ فکرم سنگ جادو ترجمه کرده بودن تو فارسی. نه؟ یادم نمیاد. خلاصه چقدر کیوت طراحی کردن. چرا از کلمه کیوت بدم میاد ولی میگم هر از گاهی. هاگرید! هدویگ! یه! اینم خودش به تنهایی 8 یوروه. ببینین دارم میگم ارزون تر باسم در اومده، هی بگین نه. یا اول فصل قسمت 5 که فکر کنم قطورترین قسمته اینه. اینا رو باز دوباره بدیم کنار. اینه هری پاتر and the Order of the Phoenix. اینم به تنهایی 9 یوروه و فکر میکنم که اینجا کتابای داستانی ارزون ترن ولی در کل بازم گرونه. یعنی فکر کن بخوای اینقدر پول به کتاب بدی خب پولی واسط نمیمونه. ولی اینم خیلی نازه. پشترش هم فکر کنم اینو این سنیپ نه؟ چرا قشنگ طراحیش کردن؟ دوستش داشتم. خب اینم از این و قسمت 6ش هری پاتر and the Half-Blood Prince، شاهزاده دورگه. یی! خب اینم به تنهایی 9 یوروه. نه واقعا واسه هم ارزون تر در اومد که همشو با هم گرفتم. اینم دراکو مالفوی. خیلی خوشگله کتابش، اصلا دلم نمیاد باز کنم اینو، رد میفته. و آخرین کتاب و آخرین قسمت، مثلا من اصلا نمیبینیم شما ها. بذار من اینو این بریش کنم. خب قسمت آخر هری پاتر and the Deathly Hallows، یادگاران مرگ، که فیلمش 2 قسمته. انتظار داشتم این کتابش قطورتر باشه از قسمت 5. آخه چون فیلمش رو تو دو قسمت درست کردن فکر میکردم که باید کتابش قطورتر باشه، ولی قطورترین کتاب قسمت 5ه. جالبه. و بله اینم که طراحیشه. ولی واقعا هری پاتر این قسمت این لباس تنش نبود تا جایی که یادمه. اصلا هری پاتر سویشرت قرمز نداشت، همیشه سویشرت آبی تنش میکرد. چرا سویشرت قرمز تنشه توی این؟ این خیلی مهمه. هری پاتر سویشرت قرمز نداشت، آبی بود همیشه. اینم هاگرید اون موتور قرازش. خیلی قشنگ طراحی کردن، اگرچه که من هنوز با سویشرت هری مشکل دارم ولی آره. و خب اینم از این. بذاری من اینا رو بذارم تو جعبش. اوکی من باید برم. تا درود دیگر. بدرود.